ما پیش بینی اون بر این بود که در هر حال امسال ترددها افزایش چشمگیری خواهد داشت و تقریبا تحلیل ما بر اساس دیتاهایی که در اختیار داشتیم همین افزایش 50% بود که دقیقا اطلاعات مستخرج از سامانه های تردد شمار نشون میده که ما در طول اجرای طرح نوروزی امسال به طور متوسط 50% افزایش تردد رو داشتیم در سراسر کشور. پلیس هم در کنار بقیه بخش ها که همه واقعا از جان مایه گذاشتن، خیلی خیلی تلاش خوبی داشتن، مثل سازمان راهداری، مثل هلال احمر، مثل اورژانس، خدمات خودرویی ها، پلیس هم به هر حال با همه ظرفیت و توانش به هر شکل پای کار اومد. نتیجه این همافزایی و این در واقع اقدام مشترک دو تا نکته خیلی خیلی اساسی و مهم بود. نکته اول این بود که علارغم افزایش حجم بار ترافیک و تردد بسیار بسیار بالایی که ما داشتیم در محورهایی که در سنوات قبل با ترددهای خیلی کمتر از امسال شاهد این بودیم که مثلا قفل میشد، یکی این که ما اصلا شاهد گره ترافیکی در هیچ محوری به ویژه محورهای شمالی اون نبودیم، و مسئله دوم این بود که امسال ما در مقایسه با سال گذشته 23% معادل عرضم به حضور شما که 223 نفر در واقع کمتر شاهد جان باختن مردم بودیم در تصادفات رانندگی، البته بر اساس آماری که از سامانه رخدادهای ناجا برداشت کردیم. باید ما منتظر بمونیم به نظرم تا یکی دو هفته دیگه که آمار پزشکی قانونی رو هم بگیریم. به نظر میرسه که آمار پزشکی قانونی زیر 10% میتونه این آمار رو احیانا در واقع دستخوش تغییر کنه. یکی از نکاتی که به شدت روش پافشاری کردیم و اعلام کردیم که خط قرمز پلیس تخلف و رفتارهای پرخطر و حادثه ساز هست و به همه همکارانمون در سطح کشورم ابلاغ کردیم که با تخلفات حادثه ساز بدون اغماز باید برخورد کنن. در نتیجه ما بیش از 35,000 دستگاه وسیله نقلیه رو به خاطر ارتکاب تخلفات و رفتارهای پرخطر یا به صورت موقت و ساعتی و یا به شکل انتقال به پارکینگ برای تحمل 72 ساعت توقیفی که در قانون پیش بینی شده که هر راننده‌ای که دو تخلف به حادثه ساز همزمان داشته باشه مستوجب 72 ساعت توقیف خواهد بود قدری ضمن اعمال قانون، این در واقع اقدام رو انجام داد. یعنی بیش از 35,000 دستگاه وسیله نقلیه مشمول این جریمه و توقیف شدن. علت عمده تصادفات ما سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و عدم توجه به جلو بود که عمدتاً هم بحث عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی بود. حدوداً اگه اشتباه نکنم 32% از تصادفات ما تصادفات واژگونی بودند که عمدتاً به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی در واقع اتفاق افتاده. ما چند تا استان پهناور داریم، اینها همیشه به لحاظ فراوانی تصادف نسبت به بقیه استان‌ها بالاتر هستند. مثلا استان سیستان و بلوچستان، ما نمیتونیم استان سیستان و بلوچستان رو به لحاظ تعداد تصادفات با ایلام مقایسه کنیم دیگه، یا مثلا با چهارمحال و بختیاری، با یزد، با بوشهر. استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، اینا جز استانهایی هستن که عدد تصادفاتشون در واقع بالا بود، ولی نه به این معنا که نسبت به سال قبل هم اینها افزایش داشته باشه. این البته باید دقیق تحلیل بشه که بتونیم عدد درست و دقیقی رو انشالله در ادامه و شکل در خصوص شرایط و وضعیت تصادفات ایام نوروز بتونیم ارائه بدیم. جاده چالوس از 25 اسفند، چالوس، هراس، فیروزکوه، آزادراه قزوین رشت،
محور امام رضا علیه السلام، یعنی جاده تهران سمنان مشهد، آزادراه تهران قم، با توجه به اینکه شروع تعطیلات مصادف شد با جشن نیمه شعبان، ما بار بسیار پرحجمی داشتیم. ولی ببینید وضعیت جاده چالوس و حراز و مخصوصا جاده چالوس به گونه ای هست که اگر از دو طرف یک سهلنگاری صورت بپذیره، به صورت انحراف به چپ بیان و همدیگه رو قفل کنند، این تخلف انحراف به چپ و اینی که بیان از هر دو طرف راه رو کور کنند، بعد از چند دقیقه تبدیل میشه به یک گره وحشتناک. باز کردن این گره مستلزم صرف ساعتها وقت هست. ما در جاده چالوس از 25 اسفند دقیقا تا 6 یا 7 فروردین بار بسیار پرحجم رفت رو داشتیم در مسیر جنوب به شمال. از 8 فروردین تا 10 به صورت سنگین ما هم مواجه با رفت بودیم، یعنی با بار رفت، و هم مواجه با بار برگشتی که کسانی که از ابتدای تعطیلات رفته بودند، مخصوصا توی این بازه، یعنی از 8 از 6 تا 10 11 فروردین، کنترل این جاده به شدت در واقع حیاتی و حساس بود، چون ما در هر دو طرف، یعنی هم مسیر رفت و هم مسیر برگشت، با بار بسیار سنگین مواجه بودیم. یه نکته‌ای هم که در واقع نوروز امسال رو متفاوت کرده از سنوات گذشته تقریبا این بود که ما در چند روز متوالی در طول طرح نوروز با شرایط بسیار سخت زمستانه مواجه بودیم. استانهایی مثل آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، ارتفاعات گیلان، ارتفاعات مازندران و از جمله همین محور چالوس، ما در چند روز متوالی بعد از ظهر تا ساعت اولیه روز بعد، صبح روز بعد، تا مثلا 7 تا 8 روز بعد، ما با شرایط بسیار شدید مه غلیظ، سرما و بارش عمدتا به شکل برف مواجه بودیم. یکی دو بار هم ریزش کوه داشتیم. به هر حال انواع و اقسام اتفاقات افتاد، ولی علارغم این، با توجه به تلاش خوبی که همه همکاران عزیزم داشتن در این محور، حتی برای 1 ساعت ما مواجه با در واقع گره ترافیکی نبودیم. و خب از این بابت به هر شکل این یک موفقیت خیلی خوب محسوب میشه. ارتباط بین میزان تردد و تصادف یک معادله در واقع مثبت هست، یعنی یک معادله روشن. علل قاعده هرچی تردد افزایش پیدا کنه باید تصادف هم بره بالا، چرا که هر تردد عملا پتانسیل این رو داره که بالقوه یک تصادفی رو ایجاد کنه. ولی علارغم این موضوع، خب حد انتظار ما این بود که به هر شکل به میزان افزایش تردد ما 20% اون افزایش تردد شاهد افزایش تصادفات باشیم. در شرایط عادی و معمول میگیم هرچه تردد بره بالا، علی‌القاعده با تصادف هم افزایش پیدا کنه. ولی یک سری مؤلفه ها میتونه این قاعده و این معادله رو در واقع کاملا به هم بزنه، و مهمترین این مؤلفه ها در واقع برنامه ریزی است که از طرف دستگاه های متولی و مسئول در امر مدیریت تردد و مدیریت سفرها میتونه انجام بشه.